اشاره هایی در هفته های پیش شده، قبل از اینکه فراموشم بشه از یاکوی عزیز در اتاق فرمان تشکر داشته باشم. واقعا همیشه زحمتیه براش، فقط یک کار عادی و نرمالی تمی. امروز از صبح تا حالا بنده با ایشون در تماس هستیم واسه اینکه خب بتونیم برنامه‌مون صحیح انجام شه و اجرا بشه. این برنامه‌مون اول در مورد برایند رستاخیز میهنی صحبت میکنیم و بعد میریم به شرایط روز ایران که تلفن‌های بسیار زیادی من داشتم در این مدت، هر کی یه جور گوشه ای از وقایع ایران رو دیده صحبت میکنه، باز میکنه، خواهش میکنه اینجوری بگو اونجوری بگو. ولی دوستان عزیزم، من یه نفرم و زمان ما مقداری محدود چشم تا اونجایی که امکان داشته باشه، اون چی که شما دوستان به من اشاره کردین اونو من انجام میدم. دوتا مطلب بودو براتون برسونم. ما یه مقدار فعالیت های سیاسی بالایی در چند ماه اخیر داشتیم، شاید قرار بود که امروز به استعداد شما برسونیم، ولی به شما قول میدم که این تیکه از برنامه‌مون که فعالیت‌های سیاسی چند ماه اخیر ما هست بسیار مفصل، بسیار جالب توجه، اینو هفته دیگه اول برنامه اجرا خواهیم کرد که امروز یه خورده برسیم بعد از فرایند رستاخیز میهنی یک کمی برسیم به اون چی که در ایران داره چه میگذره، ما چی میگیم، بقیه مردم چی میگن. تمام این صحبت ها رو برسون میشون. قبل از اینکه برزتون برسونم که واقعا چه خبرها داره میشه، یه حالتی انتخاب کردم. ببینید وقتی شما میخواد از تهران بریم به بازار، هر کی از هر خونش میاد بیرون راه‌های مختلفی وجود داره، ولی همه میرسن به بازار. من یه راهی رو انتخاب کردم امروز در مورد اون اتفاق اخیری که در ایران افتاده، افتخار جانسوزی که در ایران اتفاق افتاده، تیزه، یه خورده تنده، مثل غذاهای خیلی تند ممکنه یک کمی آزاردهنده باشه، ولی به طریق منم که دارم با شما عزیزان صحبت میکنم اون راه رسم باید من انتخاب کنم که چجوره. خودم این راهی که انتخاب کردم در مورد تنها این اتفاق اخیر، اسمشو نمیارم چون چند دقیقه دیگه باید صحبت کنم باشه. دوستان عزیزان، همونجور که میدونین مدتیست که عقاب ایران یه مقداری فنی تر داره عمل میکنه. تشکر از گروه فنی عقاب ایران که زحمات بسیار 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 زیادی میکشن و بسیار برای شما قابل درک تر. خود من بیشتر میفهمم اون چیزی رو که خودم رم صحبتش میکنم. حدود 10 تا اسلاید داریم که اینا رو من خواهش خواهم کرد که یکی یکی دیاکوی عزیز براتون بذارن. بعضیاشو من یه صحبت کوچیک روش دارم، بعضیاشو ندارم، خود شما میخونین میبینید چی از با هم دیگه این بحث فرایند رستاخیز میهنی رو ببینین. مردم، یک روزی رستاخیز میشود، دیگه از این بالاتر از این مستقیمتر نداریم. متاسفانه ملت ایران تصمیم عملیش اینه که این کار دیر بشود. تو این فاصله که دیر بشود کشتارها، دزدیها، بی همه چی بازیهای بسیار زیادی رو مجبور هستین تحمل کنین، چون دلتون میخواد که این کار دیر انجام بشه. حالا نشون میدم که چه جور واقعا دلتون میخواد. عزیزم، من خواهش میکنم از دیاکو عزیزم سلاید اول رو بذارم.
ببینید در مورد فرایند یا برایند فرق نمی کنه، برایند رستاخیز میهنی میخوایم صحبت بکنیم. یه خورده اشاره بهش شده، شما یه مقدار اطلاعاتی داریم و تیکه تیکه الان این توضیح رو براتون میدم. امیدوارم دوستانی که کامل نمیگیرنش، خیلی دقیق تشخیصش رو نمیدن، زنگ بزنن به ما وسط همین برنامه که الان در خدمتون هستیم. یه مقداری یکی از اسلایدها هستش که تلفن دفتر عقاب ایران توشه، خواهش میکنم که تلفن دفتر عقاب رو یادداشت بکنید که هر اشکالی اطلاعی دارین با ما تماس بگیرید که ما جوابگو باشیم. بریم سر اسلاید شماره یک. این اسلاید همونی که ملاحظه میفهمید فرایند رستاخیز میهنی رسونه. این اسلاید رو لطفاً از پایین به بالا، همونجور که اون فلش‌های زرد نشون میدن، از پایین به بالا دنبال بکنیم. ببینیم برای اینکه یه رستاخیزی اتفاق بیفته، ملت ایران روش تصمیم بگیره، باید یه مقدماتی رو انجام بدیم که ملت ایران رو به هم بچسبونیمشون و بدونن چیکار. از این برای این دو تا اتفاق دو تا برنامه ما داریم. یکی ماه همبستگی و آماده سازیه. خود این جمله ماه همبستگی و آمادگی سازی گویاست. همه تون میدونی یعنی چی؟ یعنی یک ماهی رو انتخاب میکنیم، در این یک ماه همه فعالیتمون رو اینه که مردم رو با همدیگه همبسته کنیم و همچنین آمادهشون کنیم، راههایی کارهایی رو با هم هماهنگ میکنیم. این کارها رو که انجام بدیم مردم همبسته و آماده میشن. بعد یه دونه هفته است که یه مقداری فعالیت‌های فشرده تری تو این هفته هست، اسمشو گذاشتیم هفته اقتدار ملی. برنامه‌هاشو براتون گفتیم، بازم دوباره براتون میگیم که در این هفته اقتدار ملی چه کارهایی ما میکنیم، چه کارهایی شما ملت عزیز ایران باید انجام بدیم که پشت به پشت، بغل به بغل همدیگه با هم بریم جلو، برسیم به اون چارگوش بالا به نام روز رستاخیز. در نتیجه روز رستاخیز که میرسه شما یه مقداری هماهنگی فرض بکنین، اگه قراره که مثلا دم پامنار جمع نشیم این رو حل کردیم، اگه قراره جلو بازار جمع شیم این حل کردیم، به هر طریق این هماهنگی کلی بهمون میده که روند اجرای روز رستاخیز رو روشن میکنه. لطف کنید سلاید دوم. این سلاید دوم که نگاه میکنی حرکت های مناسب در اون ماهی که گفتیم یه ماه همبستگی داریم. حالا شما خودتون دارین میخونید، من یه خورده آرومتر صحبت میکنم که شما خودتون بخونیم بهتره. پخش ادامه هست، افراشتن پرچم، شعار نویسی ها، پشتیبانی از حرکت های حق طلبانه که اکثرا میکنین. در 15 روز 20 روز گذشته یه مقدار زیادی کردین و طرد کامل تجارت های وابسته به رژیم. خودتون خوب میدونید که این جمله یعنی چی. لطف کنیم بریم اسلاید بعدی. در اسلاید شماره 3 همونی که بهتون قول داده بودم، این آدرس وبسایت عقاب ایران. لطفا این صفحه رو یادداشت کنید، من آرومتر باهاتون صحبت میکنم. www.eagleofiran.com و تلفن دفتر عقاب ایران که تقریبا 24 ساعته به شما جواب میده در امریکا که ما هستیم 949 939 5227.
این سفر رو اگه یادداشت داشته باشین، خیلی کارهاتون که با اوقات دارین آسون تر میشه. بریم اسلاید شماره 4 لطفا. در این اسلاید شماره 4 لطفا با من باشین که همدیگر رو گم نکنی. ببینین این اسلاید نوشته خیزش سلاسای اتحاد دفاع نظامی ندارد، که هر کسی اندازه گنجیش عقل داشته باشه، که خدای نکرده خودم میگم توهین نکنم، اگه من اندازه گنجیش عقلم برسه این جمله رو کس بسته قبولش دارم. حالا برای این کار شما وقتی وارد وبسایت عقاب ایران بشین، eagleofiran.com، این صفحه میاد جلوتون عزیزان. این قسمتی که وسط صفحه نوشته قسمت اطلاعیه ها را انتخاب و کلیک کنید، اون فلش رو میبینین که رفته اون بالا چند تا آیتم، یکیش نوشته اطلاعیه ها. وقتی شما روی اطلاعیه ها کلیک بکنین، بعد همه چیز براتون روشن‌تر باز میشه. بریم لطفا سلاید بعدی. این که اطلاعیه ها رو کلیک کردین، میان تو این صفحه. ببینین چقدر راحته. این که میگم راحته، واسه شما گروه فنی ما راحتش کرده. کار خیلی فنیه. نمیدونم، شاید تجارت خونه ای بخواد یه همچی کاری برش بکنم، باید یه دنیا پول بده تا متخصصینی بشینم. متخصصین ما این کار رو با شما راحت کردم. پس وقتی در صفحه قبلی رو اطلاعیه ها کلیک کردیم، میان تو این صفحه. این خیلی مهمه که شما با من هماهنگ باشین، دقت کنید. دست راست اون بالا 4 تا آیتم نوشته. دست راست بالا نوشته آگهی نامه رستاخیز میهنی. اگر کرسرتون رو ببرین رو این آگهی نامه رستاخیز میهنی، رو هر کدوم از اینها، این 4 تا که اون بالا شما کلیک بکنین، شما رو میبره تو صفحه مربوط به خودش. اینا اسامی صفحات که اینجاست، ولی شما باید یک کلیک بکنین، شما رو ببره رو صفحه اصلی. دست چپش نوشته راهنمای چاپ و پخش آگهی نامه رستاخیز میهنی. ما به شما راهنمایی میکنیم چجوری از تو کامپیوتر و تو وبسایت عقاب ایران، خوب گوش کنید، چجوری از تو وبسایت عقاب ایران آگهی نامه ها رو پرینتش کنید، چاپش کنید و ازش بخواید استفاده کنید. از پایین از راست نوشته نرم افزار ستارخان که بحث بالاییه، به این کیفیت که این نرم افزار که زحمات بسیار سنگینی براش کشیده شده، غیر عادی تکنیکی آماده کردن شما رو که اگه بخواید از این نرم افزار ما که برای شما درست شده استفاده بکنید، باید برید روی این نرم افزار ستارخان کلیک بکنید. که در صفحات بعدی نشون میدیم که چجوری وقتی باز شد اون کلیک روی آگهی نامه رستاخیز میهنی چی بهتون میگه، راهنمای چاپ و پخش آگهی چی میگه، نرم افزار ستارخان چی بهتون میگه و راهنمای استفاده از نرم افزار ستارخان هم بهتون میگه. کسی یه خونه گیر میکنه تو استفاده از نرم افزار ستارخان، خیلی خوب میاد تو این قسمت راهنمای استفاده اینو بازش میکنه، بهش میگه استپ 1 2 3 4 چی کارا بکنین که از این نرم افزار که مخصوص
این رستاخیز تهیه شده که شما مردم همونی که گفتم یه مقدار زیادی آمادگی پیدا بکنین بتونین استفاده کنین. یه دار دیگه تند میگم این چهار تا آیتمی که اون بالا هست هر کدوم روش کلیک کنین میرین توی صفحه جدا که متن این یه مقدار خبر بالا رو براتون باز میکنه، دستتون میگیره، راه میبره تو، نشونتون میده چجور استفاده کنین. معلوم شما رو به خدا شاید خوب بگیرین چی میگم. این چیز بزرگیه، یه چیز کوچیکی اسلاید روش نگاه نکنین، این خیلی چیز بزرگیه. بعد سر رستاخیز میهنی که براندازی جمهوری اسلامی با مشارکت مردم فقط و فقط و فقط، بعدش که رستاخیز شد استقرار شورای دوران گذاره که براتون توضیحات شد دادیم، بحثاشو کردیم، گفتیم تعدادی از اعضای این شورا که در ایران هستن اینا پیدا شدن، آگهی شده، میدونن، نام نویسی شدن و بعدش برگزاری یک همه پرسی برای نوع حکومت جدید. یعنی که یه عده الان سلطنت رو دوست دارن، یه عده جمهوری رو خیلی خوب دوست داشته باشن، مبارک باشه، ولی بعد باید مردم تصمیم بگیرن. پس یه همه پرسی خواهد گذاشته شد که مردم بتونن از اون استفاده کنن. بعد تیکه تیکه میره پایین‌تر، میره انتخابات آزاد و تشکیل دولت و بعدم تحویل این تشکیلاتی که ما نگرش داشته بودیم، مدیریت کشور رو به دولت منتخب مردم تحویل میدیم. اینجا مال اونایست که اگه بخواد فکر کنن عقاب میخواد سر جاش بمونه، عقاب احتمالا میخواد از این بغل یه چیزی گیرش بیاد، که از همه این صحبت رو بیان بیرون. این صفحه بسیار مهمیه که انشاءالله خودتونم ازش استفاده کنین زودتر به نتیجه برسیم. بریم اسلاید شماره 6 لطفا. این وقتی تو اون اطلاعی ها و رستاخیز ملی کلیک بکنین اینا میاد، اینا رو ما توی وبسایتمون براتون گذاشتیم، این میاد و شما این رو پرینتش میکنی و ازدیادش میکنی، چاپش میکنی و هر جوری که حالا بعدن یه خود توضیح میدیم، خودتون هم بیشتر از ما میدونین، پخشش میکنین بین دوستانتون که دوستانتون در شرایط لازم اینه پخش کنن. از این دارم یه گله سنگین به نام یه ایرانی ازتون دارم. یه لحظه این اسلاید رو ببرد دیا کجا. اون گله سنگین این هستش که این همه زحمت کشیده شده، این همه فعالیت شده، این همه کشتار دادین و پول و پروای که چه بساطی به سرتون اومده که بعد از هیتلر فکر بکنم اینا هستن. عکس العمل شما رو از خرداد 88 که بگذاریم بعدتون نیاد اگه من بگم حدودا خیلی کمه، لغت دیگه مصرف نکنم، خیلی کمه. آخه برادر این همه فشار و زجر و شونه و پشت و دخترت و پسرت و خودت هست، همینجوری اینجوری بگذره که تا حالا گذشته. برگردیم روی اسلاید لطفا. همینجور که باز دوباره روی این اسلاید میبینین، اینو ما برای شما گذاشتیم روی وبسایتمون. وقتی که کلیک کنین روی چای تا آرتمه که نشون دادیم، این میاد، راحت میتونین پرینتش بکنین. اونا که یه خورده کم کامپیوتر میدونن این کار واسه شون راحت، اونا که نمیدونن از دوستانشون استفاده کنن. بریم اسلاید شماره 7. در این اسلاید شماره 7 دوستان خیلی زیاد نوشته داره، اینو من نمیتونم که یا من بخونم برای شما یا شما بخونین. اسلاید شماره 7 لطفا، اگه نیست من این اسلاید شماره 7 ماست دوستان.
اینو من فقط واسه توضیح میدم چون خیلی ریز نوشته شده، خوندنش مشکله. کارهایی که باید انجام بدیم چیه، کارهایی که نباید انجام بدیم چیه، و برای چاپ ها، برای کارها، برای همه اینا توضیحات کامل اینجا داده شده. اون وقت دوستان این صفحه که میبینین، این قسمتی از تمام اون چیز که دارید، شاید 4-5-6 صفحه شبیه این زیرش میاد که وقت شما رو نمیگیریم. این خیلی مهمه که چجوری آگهی نامه دستاوردی رو چاپش کنیم و پخشش بکنیم. ضمناً مقدار زیادی رعایت امنیت شما شده که خواهید دید. پس این سلایدی که میبینین، این صفحه نزدیک 3-4 صفحه دیگه شبیه این زیرشه که اون رو صحیح این است که شما خودتون برید مصرفش کنین. آیی که من وقت زیادی ازتون بگیرم، بیریم رو اسلاید شماره 8. این اسلاید خیلی ساده است، همون نرم افزار ستارخانه که شما وقتی بخواید از این نرم افزار ستارخان استفاده کنین، این برنامه رو که میبینین جلوتونه، جلوش نوشته شده که نمیدونم اسم رفت همه چی، این اطلاعات کوچیکی که داره این اطلاعات رو پر میکنین و شما شروع میکنین استفاده از نرم افزاری که اسمشو گروه فنی ما گذاشتن ستارخان، که خب اسم قشنگی هم هست. خیلی ساده است، زیرش نوشته پرونده آگهی نامه را رمزدار کنید. وقتی این پرونده رو بخواید بفرستید، یه رمز بهش بذارید. فرض کنید لغت رستاخیز میهنی، فرض کنید این رمزش باشه. حالا این رمز رو چجوری به دوستانتون میدید؟ وقتی تو ببخشید اینجوری سو، وقتی تو نون سنگکی هم دیگر دیدید، وقتی تو سینما هم دیگر دیدید، وقتی تو خیابون داریم با هم راه میریم، این رمز رو دوتایی با هم دیگه به هم رفت کنیم، بگیم حسین من این رمزی که میگم رستاخیز میهنی به نام رمز، وقتی برات نوشتم این رمز داره، این رمز رو یا کد رو یاد میگیره اون طرف مقابل که چجور این کد رو باز کنه. اینا رو جمهوری اسلامی دوستان نمیتواند که درکش بکنه، نمیتونه پیداش بکنه، به شرطی که شما وقتی که تو سینما همدیگری میبینی این کد و دیکد رو با هم صحبت کنین، که بعد وقتی این برنامه رو به همدیگه میفرستین احتیاج نداشته باشه زبونی یا رو تلفن بگی که کدش چی چیه و یا باز کردن کلید باز کردنش چیه و کلید بستنش چیه. این کلید باز کردن و بستن رو باید خودتون حضوری در جای امن به هم تحویل بدین و به هیچ عنوان با اشخاص کم آشنا تا غیر آشنا اصلا این صحبت رو باز نکن. بریم اسلاید نهم لطفا. این اسلاید نهم که ملازمه این نوشته راهنمای استفاده از نرم افزار ستارخان. خب اگه یه کسی یه خورده کمتر کامپیوتر میدونست، میخواست از این استفاده کنه در شرایط امن، نمیدونست چجوری، میاد اینه قشنگ میخونتش، قشنگ براتون گفتیم یک چیکار کن، دو چیکار کن، سه چیکار کن، تا اینکه بتونی از این نرم افزار که به خاطر شما تهیه شده استفاده کنید. وقت نکردم از گروه فنیمون بپرسم چقدر ساعت صرف شده تا واقعا این سیستم، این نرم افزار اینجوری به هم دیگه چسبیده. ایشالا دفعه دیگه میپرسم و براتون بعدا صحبت بکنم. چیز بسیار والا و بالایی براتون تهیه شده که ممکنه کمتر جایی ببینید یا احتمالا هیچ جا شبیهشو نبینید. سلاید دهم لطفا.
این اسلاید آخر یا اسلاید مقبل آخر روش صحیح استفاده از این امکاناتی که براتون تعریف کردم الان میگه که روش صحیح چیه. در مفصل ستارخان از راه امن، هر راه امنی در اختیار گیرنده بذارین، در اختیار دوستانتون بذارین، بگین که این نرم افزار ستارخان رو بلده اینجوره برو خونش یادش بده، یا تو ماشین نشستی یادش بده. کدهای رمز یا کلید رمزی کردن و غیر رمزی کردن اینا رو در راه امن همونجوری که توضیح دادم براتون در اختیار دوستان و گیرنده قرار بدین و پرورده رمزدار شده رو برای گیرنده ارسال بکنید. پرونده رمزدار نشده رو نفرستید، امنیت نداره. و بالاخره سلاید آخر برای برنامه امروز که سلاید 11 هم هست، بریم سلاید بعد لطفا. سلاید 11 بیا کجا میگه پخش آگهی نامه ها قبل از اقدام به پخش راهنمای ویژه آگهی نامه را قبل از اقدام به پخش راهنمای ویژه آگهی نامه رو واقعا با دقت بخونینش و از هر وسیله ای هم برای سلامت خودتون استفاده کنید. این تیکه رو توجه کنید که براتون میرسونم. میگه 1,000,000 آگهی نامه اگه بخوایم ما پخش بکنیم که سر و صدای غیر عادی بزرگی در ایران به وجود بیاره و شما هم سالم و سلامت تو خونت میخوابید. این 1,000,000 آگهی نامه مساوی به اینه که تولید و پخش 25 صفحه رو چاپ کنی، پرینت کنی، پخش کنی و فقط 5,000 نفر از 78,000,000 5,000 نفر از 78 نمیدونم چند درصدش میشه، شاید یه درصد هم نشه. اگه که بتونین این 1,000,000 آگهی نامه رو پخش بکنین شاید جاده براتون باز شه برای تا آخر این رستاخیز میهنی. خب خستتون کردم، میبخشین، از اسلایدا میریم بیرون. بقیه صحبتمون برمیگرده سریع. اولا یادتون باشه که در هفته آینده ما فعالیت های دو سه ماه گذشتمون رو به صورت واضح، روشن و با عکس ها و تفصیلات براتون باز میکنیم و اطلاع میدیم، حالا یا من اگه هر کدوم از دوستانم برنامه رو اجرا میکردن. اینو یه دور دیگه هم شاید بگم که یادتون بمونه و یادتون نره که یه همچین کاری رو هفته دیگه ما خواهیم کرد. یه جایی بهتون گفتم برای رفتن از خونه تا بازار هر کی یه راهی رو انتخاب میکنه. من برای این اعدامی که آخرین اعدامی که شد این دختر جوان این راه رو انتخاب کردم که بگویم که این دختر را ملت ایران اعدامش کرد. حالا توضیح هم میدم که این حرف خشن تیز برای چی. خدای نکرده قصد بدی ندارم، میخوام بلکه به هدف برسید. اگر شما نمیخواستید این اعدام بشه روز قبلش هر جاهای مختلف 50,000 نفر خیلی آب خوردنی میامدین بیرون و دولت حواسش میرد به شما تا اینکه حواسش بره به اعدام این دختر. اگر از روزی که این پرونده باز شد هزاران فعالیت های بزرگ در مملکت شده بود که نه خرج داره نه چی، پولی نیست. آقا 10 صبح 11 صبح تا بره، نه حتی کفش هم نمیخواد پاک کنی، نکن از خونت بیا بیرون، به همدیگه بگروید، به همدیگه بچسبید. دلیل این که من این استیتمنت خشن رو استفاده کردم که خودم هم معذرت میخوام، خودم هم بدم میاد ازش که بگم ملت ایران این دختر رو اعدام کرد، واسه اینی که
ما میتونستیم اقداماتی کرده باشیم که حقمون بوده، وظیفمون بوده که این اقدامات رو بکنیم تا این نامردان نتونن این دختر رو بکشن. اگه کرده بودیم نمی کشتن. قدیم ها هم شما کردید گهگاهی و اون آدم یا اون دختر یا مرد سالم شبیهش در تمام کشورهایی که اخیراً دیدیم چقدر طول و فروغه اونجا هم شده. یه صفحه داشتم از آقای رفسنجانی صحبت میکرد راجع به اقداماتی که در مصر شده. همه بلایایی که در ایران امروز داره به وجود میاد رو تعریف کرده بود به نام افتخارات ملت مصر. شاید دلش میخواسته به مردم ایران بگه مردم ایران به مصر نگاه کنین، این کارها رو بکنین. متاسفانه بر دستم قرار نگرفت که بتونم تحویلتون بدم، باز شاید هفته بعد این رو تحویلتون بدم. این رفتن این دختر از دست ملت ایران اگه بخوام بگیم تقصیر جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی میتونه بیاد بگه آقا من یه سازمانی هستم آدم خوار، من میخوام آدم بخورم. حالا اون آدم هم که میخوام بخورم هرکی دم دستم اونو زودتر بکنم. حالا یه شما بعد از زیر دست این آدم خوار به نر نحوی فرار کنین یا این جمهوری اسلامی آدم خوار شما رو میخوره. عقلتون همه میرسه. جمهوری اسلامی با کشتار و ایجاد وحشت سر جاش نشسته، نه با سواد نشسته، نه با سیاست نشسته، نه با پشتیبانی کشورهای خارجی نشسته، فقط با تهدید، کشتار و این راه های مختلفی که میبینین استش. من یه چیزی براتون بگم، واقعا شاید خامنه ای دل خودش یه خورده زج کشید که این دختر رو کشتم، میتونه اینجور باشه، ولی میبینه که خب حالا یه دختره بمیره بهتره یا جمهوری اسلامی بمیره. خب 100% میگه یه دختره بمیره بهتره و بعد این کار رو انجام میدن. این صحبت ها مالی نیست که نمالی نیست که خدای نکرده من که حق ندارم به شما توضیح بدم، شما رو متهم کنم به کمکاری، بیکاری یا بدکاری. این مال اینه که یه هشداری بهتون بدم به نام یه ایرانی که شاید راه‌های بهتری هستش که شماها دارین استفادهش نمی کنین. استفاده کنین از این راه‌ها که این قبیل جوانان رو به کشتن ندهیم، ما به کشتن ندهیم. من یه کمی باز آرومتر صحبت میکنم. آقا یه خورده با خودتون فکر کنیم ببینین که یکی از سببهای کشته شدن این دختر جوان آیا بی توجهی ملت ایران هست یا نیست؟ از نظر من یه ایرانی اشتباه میکنم، معذرت میخوام، 100% این کشته شدنه مسئولیتش با اوناییست که نشستن تماشا کردن، مسئولیتش با اوناییست که وقتی اعدام میکردن میرفتن صندلی میگرفتن جای بهتر میشینن که اعدامو قشنگتر تماشا کنن و و و از این قبیل. مردم تا بلند نشین، تا اون رگ غیرتتون پاره نشه و خونتون جوش نیاد، همینیست که هست. تنها با کشتن و دزدیدن پولای شما و مصرف
مصرف پول تو ایرانی برای اهداف پلید خودشون، این دولت همینجوری این جاها واسده. خب واقعا اینا رو چجوری میشه؟ این اسلایدی که وسط گذاشتن، تشکر از یاکو عزیز، اینا چیه؟ اینا واسدن اعدام تماشا کن. اسمشو چی بذاریم؟ مردم. اسمشو بذاریم که این مردم هستن که این جوونه رو الان اعدامش میکنن. اگه این مردم از این هرها بپرن وسط میدون، این جوونه اعدام نمیشه. مگه همه دنیا این کارو نمیکنه؟ چجوری شده که شما این کار اصلا از یادتون رفته؟ اینی که وظیفه ملی میهنمونه، اینا از یادتون رفته؟ نباید واقعا اینیش باشه، ولی نه، هر صورت هست. هر چی فکر میکردم که خب از چه راهی بریم چی کارش بکنیم، میبینم که ما و بقیه که در سایه تر داریم زندگی میکنیم، هر چی تونستیم برای شما گفتیم. هیچ کداممون، نه ما نه بقیه، ما قصد خیانت و ناراحتی هیچی نداشتیم. هیچ وقت هم یه همچی چیزی گفته نشده. ولی اون چی که مسلمه، تنها ملت ایرانه. ببینید، تنها شما ملت ایران هستی که میتونی برای زندگیت تصمیم بگیری. منتظر هیچ کسی نباش، نخواب، بلند شو از اون نرده ها بپر داخل قطعگاه، تا اینکه اون پشت وایسی هی از این یه چیزی از تو این پاکته بخوری، چشش نگاه میکنه، واو، من نمیدونم چه نفرینی بکنم به اونایی که میرن میشینن اعدام تماشا کنن. و یه اعدام خرداد 88 رو به وجود میارن و یه دختر با اون کیفیت که دیدیم جونشو میذاره، خونشو میریزه. آخه اون دختر کیه؟ اینی که داره اعدام تماشا میکنه کیه؟ این دوتا هر دو ایرانی هن. مگه میشه همچی چیزی؟ خیلی دل من پردرده مردم، غیر عادی پردرده. یاد اون موقعی میافتم که خلبان بودم و با هواپیما بلند میشدیم، با بمب و ناپالم و فشنگ و میرفتیم تمرین تیراندازی میکردیم. این آتیشای که از زمین میامد مالا پار پوره میکرد، یعنی میخواست برمیگشتم به اونجا. و یه حقیقتی به هم اجازه میداد که واقعا این بیدقتی ها رو، این بی همه چی بازی ها رو، اینا رو واقعا بمبارانش میکردن. این که نمیشه هممون بخوابیم و انتظارم داشته باشیم که کسی سر ما رو نبره. نه، اگه بخوابی سطف را میبرن، همینجور که خوابیدی و سرت را بریدن. من منزلت میخوام، حرفا قشنگ نیست، خودم بیزارم از گفتن این حرفا، ولی نمیشه گفتش که خانو آقایون لطفا حرکت بفرمه. این که تومری که من اینجا نیستش که. و خب اینم که همون که دیدین بارها بارها گفتیم. من یه یادآوری بکنم در مورد هفته آینده، خیلی خیلی زیاد مهمه که شما دقت بکنین به فعالیت‌های چند ماه گذشته عقاب ایران، به خصوص در امریکا و با بزرگان امریکایی، نه امریکایی‌های دوست و آشنا و همسایه بغل دست، با بزرگان دولت امریکا. عکسش هست، تفصیلاتش هست، این رو حتما حتما فراموش نکنین، لطفا دقت بفرم. یکی از دوستا به من میگفتش که این صحبت هایی که شما برای مردم میکنین، بررسی میکنی که جوابش چیه؟ حالا جوابی اگه از مردم نمیگیریم، اونو بذاریمش کنار، بگیم که این عقاب زنده است برای که حرفی برای گفتن داره. به این دلیل عقاب زنده است.
و شعار ما این است که همیشه عقاب خواهد بود و همیشه عقاب زنده است. خیلی مهمه و وقتی دقت میکنیم به همه این مطالب، به یه نمیدونم ضرب المثل سلنگ، به یه چیزی میرسیم. اون یه چیزی نیست که از ماست که بر ماست. دلم میخواست امروز امکان داشت، امروز به خصوص امکانی نداریم که من خطا رو باز کنم با مردم صحبت کنیم، بینم دل خون اونا چی میگه. درسته که ما در خارج از ایران زندگی میکنیم، به قول شما در رفتیم، فرار کردیم، هر کاری کردیم، به هر طریق فعلا ما اینجا یه خود راحت تریم، ولی دل و جیگرمون پیش شماست. میبینی که هست، 5 سال شما منو با دوستان منو داریم میبینی. ما چرا هستیم؟ واسه اینکه حرفی برای گفتن داریم، واسه اینکه راهی برای نشان دادن به شما داریم، واسه اینکه بهتون بگیم که این نرم افزار ستارخان با یک دنیا خون دل واسه شما تهیه شده که راحت بشینی تو اتاقت یا تو صندوق خونه و از این استفاده بکنی. خیلی راحت، دنبال این نگردی که من چجوری اعلامیه پیدا کنم، من چجوری پخش کنم. همه رو وسط گفته باشی. چرا؟ دلیلش اینه که دوستان ما در عقاب ایران واقعا مثل تعداد بسیار زیادی ایرانیان خارج از کشور، دلمون برای اون چی که به شما میگذره داره میسوزه. یه دور دیگه نمیدونم چرا اینقدر ادامه این دختر قلب منو جرداد، بیش از حد معمول یه ایرانی دور از وطن که این چیزا رو در ظاهر داره نمیبینه ولی خب دلش خون میشه. من خیلی ممنون میشم که به من این همه زنگایی که میزنین، این دفعه هم زنگ بزنین حتی اعضای عقاب ایران. بر راجب این جمله که من میگم که ملت ایران این دختر رو اعدام کرد با من صحبت کن. ببینید واقعا این رو جمهوری اسلامی اعدام کرد یا ملت ایران اعدام کرد. عمل اعدام رو در نظر بگیرید. اون که کی تا این نمیدونم نخو کشید بالا اونو برش کنید. عمل اعدام حرف قشنگی نیست، خودم هم قبول دارم، ولی در هر صورت حرف نیست برای گفتن. دوستان عزیزان، به هر طریق روزی از روزها این جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. اینو خدا میدونه، خودشونم میدونن، شما میدونی، منم میدونم. این آدم هم که اینجا نشسته، یه سخنرانی که از پیروز که براتون گفتم که زیاد تشویق کرد مصری ها رو در مورد اینکه با هم بودن، اینا به هم پیوستن، با هم کار میکردن، مثل هم فکر میکردن. این صحبت ها رو براتون خواهم گذاشت هفته دیگه که گوش یادم رفتن جانی. به قول مردم تو این کیسه به خصوص دمت گرد که داری مردم ایران رو روشن میکنی که راه نجات از زیر این یوغ آدمخوار چی خواهد بود. از طریق همونی که براتون گفتم عزیزان، همه کس دلش میسوزه ولی هیچ کس اندازه شما که داخل ایرانی دلش نمیسوزه. من امروز نمیدونم از کجا فکر میکنم 4 ساعت دیگه من میتونم که درد دلم رو برای شما روشن بکنم. این درد دل من و درد دل عقابه. با این دوستایی که جمع میشیم، همدیگر رو میبینیم، با هم تلفن میکنیم، با هم صحبت میکنیم، این درد دل همه است. کار زندگیشون رو ول کردن، اومدن دور هم دیگه جمع شدن. این برنامه رو هفته یه دفعه رو که 2 دفعه بازپخش داره براتون روشن میکنیم.
پری روز اگه صدای رفسنجانی رو پیدا بکنین ممنون میشم بذاریم. دیاکوزان میگه نمونش عرض بکنیم. مثلا مصر، مصر بعد از جمال عبدالناصر مبتلا شد به یک استبداد واقعا عمیقی و گرفتار بود. بعد از سالها مردم مصر به فکر افتادن که خودشان رو نجات بدن، انقلاب خوبی هم کردن. ما میگفتیم بیداری اسلامی، اونا خودشون میگفتن بهار عرب. به سرعت توانستن استبداد رو بشکنند با هزینه کم. مردم که همچنان تو میدان بزرگ موندن تا موفق شدن. متحدن بودن مردم، کم بودن مخالفان. هم مسلمان ها بودن، هم مسیحی ها و قبطی ها بودن. مسلمان ها هم شیعه ها بودن، هم سنی ها بودن. البته عمدتا سنی هن اونا دیگه، شیعه ها هم اونجا هستن. موفق شدند. خب دولتی آمد سر کار، با رأی مردم آمد سر کار. اما به زودی اون جریان افراطی تندرو تروریست عرصه رو برای مردم تنگ کرد. از اون فضای باز انقلابی استفاده کرد و عرصه رو تنگ کرد، مانع حضور گردشگران جهانی شد که اینا عمده منابع اقتصادی مصر رو معمولا تأمین میکردن، چون فضا رو ناهم کرده بود و دنیا رو داشت کم کم میترسند. این حالت اونقدر پیشرفت کرد که مردمی که انقلاب کرده بودن آمدن به سرعت با کسی دوباره رأی دادن که نظامی رسمی کشورشون بود. ملاحظه کردین صحبت‌های آقا رو؟ دقیق دقیق تمام صحبت‌هایی که ایشون کرد این صحبت است که امروز بر سر ملت ایران وجود داره. میگفت استبداد بسیار عمیقی. این میدونه راجب جمهوری اسلامی داره حرف میزنه. ولی البته اگه خرشو میگیرن خب میگه که من راجب مصر انقلاب خوبی میگه کردم. این صحبتش رو گوش کرده باشین. میگه به سرعت استبداد رو شکستن. و تمام اینها با همدیگه و همه این صحبت ها اینیست که به عقیده من رفسنجانی داره میگه ملت دیگه بستتونه، بلنشین بچسبین به هم، انقلاب خوبی بکنین، به سرعت این استبداد رو بشکنید. اینا رو آقای رفسنجانی داره میگه. پیدازی خودش هم خسته شده، چون برنم دخترش بود که بود از اینکه شب با زندان بود. حالا یه آدمی با این مقام، خب اون 8 سال رهبری و از این حرفا، حالا 6 با دختر اینه میندازن زندان. معلومه اینم از این قضیه سیر شده. چه بسا جمهوری اسلامی که مرد در آینده بسیار نزدیک یکی از اونایی که بیاد خیلی حرف برای گفتن داشته باشه همین آقای رفسنجانی باشه. بعد طریق ما وقت موره میره نزدیک با آخر. من داشتم استدعا میکردم از دوستان که به من به اعضای اوقا زنگ بزنید و واقعا در مورد این نظریهی که من دادم خودم ازش بیزارم، معذرتم میخوام که این دختره رو و اون دختره رو، این پسره رو و اون پسره، اینا رو ملت ایران به کشتن دادند. حالا اگه تناب دارو نگرفتم بکشم پایین تک تکشون، ولی اون چی که کردن باعث شد که ایرانی بره به این سمت، این که دخترهای سن پایین، دخترهای جوان، اینا رو این کار بکن. یا اون بیناموس بازی هایی که در آوردن، نمیدونم این رئیس جمهه بود، امام جمهه بود، چه احمقی بود در اصفهان که مردم
این آدم نباید زنده را بره. یادتون نره ما حرف غلط نمیزنیم. این عقیده یه دونه ایرانیه به اقاب مربوط نیم. یه همچین آدمی که دستور بده برین اسید رو بپاچین تو چشم این دختره جوون و زندگیشو جهنم کنین، این نباید زنده باشه. خود خدا باید اینو بکشه، به مردم هم مربوطی نیست. این بلایی که این چند روز در اومده و این شنبهی که احتمالاً قرار از مردم جمع شن یا روز بعدش یا هر روزی و بخوان از دولت که جوابگو باشه در مورد این کار غلط کرد. ببینید دولت ایران داره اشتباه پشت اشتباه میکنه، شما نشسته پشت نشسته تماشاش میکنی. این دلیل این نیست که اگه من الان ایران بودم من بر میخواستم و مشتم و گره میکنم. این اون دلیل نیست. ممکنه برام نمی کردم، شاید هم به احتمال زیاد برام نمی کردم، ولی اگه می خوای رهایی پیدا کنی، زن، مرد، جوون، دانشجوی عزیز که عمرت رفت هنوز داری هفته دو ساعت میری یه جوری دوزکی سر کلاس، الان باید دکترات رو گرفته بودی داشتی تحقیق می کردی در باره شیمی یا فیزیک یا هرچی، ولی هنوز داری هفته دو ساعت میری کلاس. بلند شین تکلیفتون رو معلوم کنی. مردم تا بلند نشین فایده نداره. یادتون باشه از حالا به بعد هم این دستجات بسیار سنگینی که در ایران روپا وایسادن روزمره دارن یه جوری سیخ تو دماغ این جمهوری اسلامی میکنن، به اونا بپیوندید. ول کردین یه تعداد کمی اومدن به امید این که شما که تو خونه بودی شما هم بیای، شما نیومدی. اتفاق چی شد؟ گرفتن یه در رو بردن تو زندان، حالا یکی یکیشون رو احتمالاً میکشن یا بلای سرشون میارن به دلیل اینکه شما نخواستی به پیوندی به ملت ایران. تو که تو خونت نشستی نمیای بیرون، یه جوری شریک این قتلا هستی. آخه اون که میاد بیرون و میخواد برای مملکتش به جنگه چرا باید تنها باشه؟ تنهایی نمیتونه مملکتشو پس بگیره. شما رو میخواد، شما آقا، شما خانوم و شما جوونا که الان دور سفره یا تکیه دادین به متکا میتیل دارین گوش میکنین به حرفای من، شماها بر از زمین بلند شین و به پیوندین به اونای دیگه. این پیوستنها شبانه روز داره ادامه پیدا میکنه. یادتون باشه به محض اینکه شنیدی تو با کسی کار نشون، تو خودت برو بیرون از خونه. بیرون رفتن از خونه که قدغن نی. کسی که نمیگه چرا از خونت اومدی، ای بابا، کسی به تو نمیگه چرا از خونت اومدی بیرون. ولی اگه یه میلیون از خونه بیان بیرون یه خبری رو میشنوند شبیه این اسید پاشی از این حرفا، بعد اون موقع است که جمهوری اسلامی به شرف سربازیم قسم میخورم فرار میکنم. تمام گرفتاری این که جمهوری اسلامی زهرش از دست اون روزی که ملت تصمیم بگیره داره آب میشه. شب راحت نمیخوابن هیچ کدومشون، واسه این که میدونن این کارایی که کردن رو یه بشریتی مثل ایرانیان بزرگ اینا نمیبخشن. یعنی اینا بخشیدنی نی،
من نمیدونم چه حالا یکی اشتباه کرد با اتومبیل زد به یه قوم خویش من نزدیک من اینو کش یه طوری شد ما میریم رضایت بدیم اینو برش کنه چون خب اینجا. ولی اگه یکی چاقو رو برداشت سر این آدم رو برید این هرچی اینو ببخشه این واقعا باید فردا صبح از نفس بیفته. اینجوری نمیشه. من برنامه هم دو دقیقه دیگه بیشتر نمونده دوستا، خیلی ازتون میخوام به هفته آینده دقت بکنید در مورد فعالیت‌های سیاسی چند ماهه گذشته ایران، به علاوه مطالب مهم دیگه ای براتون داریم و همیشه آماده باشین بخیزین. فقط خیزش سیلاسای ادها دفاع جمهوری اسلامی ندارم. بگیرین که یه نظامی پرتجربه چی بهتون میگه. خیزش سیلاسای ادها دفاع نظامی ندارم. یا آمار گرفته بودیم که هفته دیگه نشونتون میدیم، یا آمار کوتاه کوچیک، یا عده نزدیک 16-18 نفری نظر دادم. 12 نفر گفته بودن که کار اوقاف سعیه، 4 نفر تنقید داشتن. این نسبتش میشه 75%. ایرانیان داخل کشور، یادتون باشه ایرانیان خارج از کشور هم رسانه ها، روزنامه ها، تلویزیون ها، اینها هم من ندیدم یه ارائه و پشتیبانی از ملت ایران رو نشون بدن. ندیدم. هر وقت نگاه کردم ندیدم. اگه هست من معذرت میخوام، نمیدونم. پس حالا که 75% ملت با ما موافقه، بر مبنای این آمار گفتم، یه آمار سردستی بوده ولی صحیح بوده، پس بقیه کجا؟ پس آقایون تلویزیون ها، دوستان عزیزی که دارین زحمت میکشین، حرفی درش نیست، آیا شما صدای عقاب رو میشنوین؟ وقتی میشنوین میگی ولش کن یا عروش رد میشین؟ آخه سهم شما کجاست؟ پس چی کارش باید کرد؟ من برنامه تموم شده، منتظر دیدار شما میشم در هفته آینده. یه دقیقه اضافه رفتم، معذرت میخوام دیاکو، باز تشکر عزیز از شما دیاکوی عزیز و شب و روز شما هم میهنان عزیزان بخیر.